رئیس بانک جهانی در افغانستان گفت که در صورت برقراری صلح احتمالی این کشور نیازمند دریافت کمک های بیشتری است. هنری کرالی رئیس بانک جهانی در افغانستان گفت که این نهاد برای به دست آوردن کمک های جهانی برای افغانستان پس از صلح تلاش می کند. به افزود اگر در گفتگوهای صلح توافق حاصل شود افغانستان به کمک های بیشتری نیاز خواهد داشت. زیرا در هنگام صلح عناصر تروریستی باید بار دیگر در جامعه ادغام شوند و پناهجویان نیز بازگردند و همه اینها به معنی نیاز بیشتر افغانستان به کمک های مالی است محمد یون سالک سخنگوی وزارت اقتصاد افغانستان نیز در این باره گفت در صورتی که گفتگوهای صلح نتیجه بخش باشد و منجر به تحقق صلح شود وزارت اقتصاد روی طرحی به نام اقتصاد پسا صلح کار کرده که در آن مسائل فقر، بیکاری و تغییر شرایط مردم در نظر گرفته شده است. رئیس بانک جهانی در افغانستان پیش از این نیز درباره کاهش ناگهانی کمکهای خارجی به افغانستان هشدار داده و گفته بود که این اقدام میتواند به چشمانداز صلح پایدار لطمه بزند. بر اساس گزارش های بانک جهانی با وجود افزایش درآمدهای دولت، طی سالهای اخیر هنوز هم سطح اوایدی که سالانه حدود دونی میلیارد دلار است با مصارف این کشور که حدود 11 میلیارد دلار می باشد نامتوازن است بانک جهانی می که حدود 75 درصد از هزینه های افغانستان از طریق کمک های خارجی تأمین می شود و کاهش این کمک ها در بخش نظامی و غیر نظامی و بر روی خدماتی اساسی که دولت باید به مردم ارائه دهد و نیز تحکیم صلح تأثیر گذار خواهد بود